سلام به تفسیر خبر امشب، خوش آمدید. در هفته‌های گذشته در چندین نوبت به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد انتخابات اشاره کردیم و با افراد متفاوتی از زوایای متفاوتی این موضوع رو بررسی کردیم. در هفته گذشته فرصتی شد تا با عمار ملکی در مورد صحبت‌های آقای خامنه‌ای و همچنین موضوع اصلاحات، انتخابات آزاد و انتخابات مطالبه محور صحبت کنیم. اما بد نیست پیش از پخش گزیده‌هایی از صحبت‌های عمار ملکی بخشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو مجدداً تکرار بکنیم تا اینکه بدونیم که این موضوع چقدر دارای اهمیت بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دائما نگویید انتخابات باید آزاد باشد، این پرسش را مطرح کرد که از اول انقلاب 34 انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟ منابع خبری دولتی در ایران آیت الله خامنه ای رو گزارش کردند که روز سه‌شنبه 18 در دیدار با جمعی از مردم قم به مسئله انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پرداخته و گفت که بررسی رفتار و گفتار مستکبران نشان می‌دهد که زهر دشمن بر انتخابات مهمی که 5 ماه دیگر یعنی در خرداد 92 برگزار می‌شود متمرکز شده. همچنین در تشریح آنچه اهداف، تکنیک ها و روش های بیگانگان در قبال انتخابات 11 ریاست جمهوری نامید افسود آنها در درجه اول اگر بتوانند مانع برگزاری انتخابات می شوند، اما می دانند که نمی توانند، بنابراین از این مسئله مایوسند. همچنین افسود یک بار برخی تلاش کردند که انتخابات را حتی اگر شده 2 هفته به عقب بیاندازند، اما ما تأکید کردیم که انتخابات حتی 1 روز هم نباید عقب بیفتد. به همین علت راه تعویق یا برگزار نشدن انتخابات کاملا مسدود است. و همچنین اشاره کرد در کدام کشور انتخابات از ایران آزادتر است؟ آیت الله خامنه‌ای در ادامه با انتقاد از برخی که به طور مکرر میگویند انتخابات باید آزاد برگزار شود گفت معلوم است که انتخابات باید آزاد برگزار شود. مگر بیش از 30 انتخابات 3 دهه اخیر آزاد نبوده است؟ در کدام کشور انتخابات از ایران آزادتر است؟ مراقب باشید که این حرف‌های شما مردم را از انتخابات مایوس نکنند. بسیاری بر این باورند که این صحبت‌ها نشانه‌های واضحی برای اصلاح طلبان داخل کشور بود که در پی شرکت در انتخابات پیش شرط‌های آزادی زندانیان سیاسی و آزاد برگزار شدن انتخابات را به عنوان یکی از مهمترین پیش شرط‌های خودشون مطرح کرده بودند. به بخش‌هایی از گزیده صحبت‌های روز دوشنبه ما با آقای عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی توجه بفرمایید. ببینید، من فکر میکنم در ابتدا وقتی که بحث انتخابات آزاد در فضای ایران مطرح شده و این البته چیز جدیدیه که در این هفته های اخیر مطرح شده، اما در کلیت فضای سیاسی ایران بحث جدیدی نیست. یعنی شاید سال هاست که بحث انتخابات آزاد مطرح میشه و البته برداشت ها که هر کسی و هر گروهی از انتخابات آزاد داره کاملا متفاوته. من اگر اجازه بدید از این منظر وارد این بحث بشم که انتخابات آزاد به اون شکلی که معمولا در اذهان بیان کنندگانش چه در بین مخالفان و چه در حتی موافقان نظام جمهوری اسلامی هستش، چیزی است که در علوم سیاسی به در اصل به عنوان انتخابات دموکراتیک ازش یاد میشه. به این مفهوم که ما وقتی که دموکراسی رو به نوعی تعریف میکنیم اختلافی هستش در مورد حالا اینکه دقیقاً دموکراسی چه اجزایی باید داشته باشه، ولی تقریباً یک توافقی در میان تمامی پژوهشگران و استادان علوم سیاسی وجود داره که انتخابات اصلی ترین المان دموکراسی هستش، یا از دموکراسی انتخاباتی نام میبرند که به عنوان حداقلی ترین شکل دموکراسی معنی میگیره. یعنی که دموکراسی وقتی که درش یک انتخاباتی وجود داره که یک سری شرایط مشخصی رو دارا هست، در اصل میشه گفتش که اون ساختار، اون سیستم کشور، اون سیستم حکومتداری دموکراتیک هستش. حالا این انتخابات دموکراتیک معمولا 3 تا شرط داره و این 3 تا شرط در اصل انتخابات رو به نوعی اون
خاصیت دموکراتیک بودن میده. این سه شرط، اولیش انتخابات سالم بودن انتخابات هستش، یعنی سلامت انتخابات یا به نوعی پاک بودن انتخابات، به این مفهوم که آنچه که در صندوق ها ریخته میشه با آنچه که خوانده میشه یکی باشه و نتیجه رو آرای مردم تعیین کنه. دومین شرط انتخابات دموکراتیک آزاد بودن انتخابات هست، که در اصل میشه اینکه همه افراد و همه گروه ها بتونن کاندید داشته باشن، بتونن در انتخابات کاندید بشن و رأی بدن و بتونن در اصل آزادانه فعالیت بکنن. سومین شرط انتخابات دموکراتیک عادلانه بودن انتخابات هستش، یعنی انتخابات باید عادلانه باشه به این مفهوم که امکانات و شرایط برای کاندیداها و جریانات مختلف و گرایشات مختلف سیاسی عادلانه باشه، یعنی تقریبا همه بتونن از یک حدی از امکانات و فضای تبلیغاتی به یه شکلی برابر و عادلانه برخوردار باشن. این سه شرط، یعنی انتخابات سالم باشه، انتخابات آزاد باشه و انتخابات عادلانه باشه، این سه شرط وقتی تضمین بشه اسم انتخابات رو انتخابات دموکراتیک میذارن. آنچه که در ایران در به صورت عمومی در فضای سیاسی بین نیروهای سیاسی مخالف و حتی داخل حکومت هم ازش یاد میشه عنوان انتخابات آزاد، ظاهرا باید معناش این در از شرط رو با هم به عنوان انتخابات آزاد در نظر گرفت. یعنی در از وقتی میگن انتخابات آزاد، مخصوصا نیروهای منتقد، کسایی که به اصطلاح دموکراسی خواه هستن، منظورشون هستش که انتخابات دموکراتیک هر سه شرط رو داره، یعنی هم سالم، هم آزاد، هم عادلانه است. اما توی فضای سیاسی ایران ظاهرا به عنوان انتخابات آزاد فقط ازش یاد میشه. البته بعضی هم هستن، بعضی از نیروها هم هستن که به نوعی باز دوباره در مورد هر کدوم از این سه نگاه مختلفی دارن. اگر انتخابات آزاد رو با همون توضیحی که دادم انتخاباتی بگیریم که نیروهای مختلف، گرایشات مختلف در اون میتونن شرکت بکنن، میتونن کاندید داشته باشن و میتونن آزادانه فعالیت بکنن، اون موقع باز میبینیم که بین این نیروهایی که شما اسم بردید، از اصلاح طلبان، از اصطلاح قسمت اقتدار گرای حکومت و نیروهای اپوزیسیون و دموکراسی خواه، باز دوره معنای مختلفی رو به نوعی مراد میکنند. انتخابات آزادی که امروز فرضاً گفته میشه از نظر نیروهای دیگر اندیشه، از نیروهای دموکراسی خواه، این استش که همه نیروها با هر سلیقه و هر گرایشی که دارن بتونن در یک انتخابات آزاد شرکت بکنن و به نوعی مورد قضاوت و رأی مردم قرار بگیرن. همین نکته هستش که در نظر بعضی از گرایشاتی که تا قبل از این تا سال 88 هم به نوعی در انتخابات شرکت کردن، اون رو انتخابات آزاد می‌دونستن، با این توضیح که انتخاباتی که کسانی که در چارچوب قانون اساسی و در چارچوب به اصطلاح اون زمان خودی‌های نظام قرار می‌گیرن بتونن در این انتخابات شرکت کنن. پس از این منظر هستش که می‌بینید که حتی اون انتخابات، اگر اون المان آزاد بودنش رو هم فقط بگیریم، باز اختلاف هستش بین آنچه که به نوعی گروه‌های مختلف مراد می‌کنن. و کلام آخر این که آن چیزی که انتخابات آزاد از سوی مقامات عالی نظام گفته شده در چند وقت گذشته و امروز هم حتی در گفته شده که خب مگه ما همیشه انتخاباتمون آزاد نبوده، این هست که در هر صورت انتخاباتی هستش که به شکل رقابتی یک عده‌ای میان و اونهایی که بالاخره پذیرفته شدن که در چارچوب قانون اساسی و در چارچوب نظام هستن رقابت میکنن با هم. از این منظری شما میگید که حتی مفهوم انتخابات آزاد بسیار به نوعی متفاوت مفهومش در اذهان گروه‌های مختلف و گرایشات مختلف سیاسی ایران. خب ببینید، وقتی که با بحث انتخابات آزاد میشه، احتمالاً منظور شما طبق همون چیزی که من گفتم انتخابات دموکراتیک شاید باشه، یعنی اون که اون سه شرط دارن، نه فقط آزادی انتخابات بلکه سلامت و عادلانه بودنش هم تضمین بشه. خب این خودش در اصل مطالبه هستش، ولی در این حال ما باید در نظر بگیریم که انتخابات به اصطلاح دموکراتیک یا آن چیزی که ما انتخابات آزاد معروف هستش، خودش به نوعی هدف هم هست. من در ابتدای بحث خدمت شما گفتم که دموکراسی در تعریفش آن سیستمی هستش که در آن انتخابات دموکراتیک انجام میشه برای انتخاب نمایندگان مردم و کسانی که قراره بر مردم حکمرانی کنن. پس در این حال ما انتخابات آزاد یا انتخابات دموکراتیک رو به نوعی هدف هم هست، یعنی قرار باشه این رو به عنوان یک دموکراسی رو هدف قرار بگیریم، به نوعی انتخابات دموکراتیک یا انتخابات آزاد همون هدف هست، یعنی وقتی که به اون برسید شما در اصل دموکراسی رو هم دارید. اما اینکه این حالا به شکل مطالبه اجتماعی یا مطالبه سیاسی هستش، من فکر میکنم باز باید نگاه کنیم به دستبندی های مختلف سیاسی. ما اگر سه نیرو رو در فضای سیاسی ایران در نظر بگیریم،
یک سری نیروهایی هستند که مسئله شون این هستش که در صورت سیستم موجود، نظم موجود، نظام مستقر نباید تغییر بکنه و اون باید حفظ بشه به هر حالا دلیلی که دارن، چه به لحاظ تعلقات تاریخی که دارن یا به دلیل تحلیل‌های دیگه‌ای که دارن. اینها رو من به اصطلاح اسمشون رو می‌گذارم گروهی که استمرار طلب هستن، یعنی نظام موجود باید بمونه. خب نگاهی که اونها به مسئله انتخابات آزاد دارن تعریفش متفاوت هستش و اون رو در این میدونن که در هر صورت انتخاباتی باشه که بتونه کمی حکمرانی خوب انجام بده، یعنی بیاد واسه کمی از مشکلات مردم رو حل بکنه. حالا آزاد نیستش، حالا گرایش‌های مختلف نیستن، اون دیگه حالا بحث دیگه ای هستش. یک گروه هستن که گروه به اصطلاح برانداز هستن، یه گروه انحلال طلب هستن، گروهی هستن که میگن اساساً در سیستم نظم موجود، نظام مستقر، امکان انتخابات وجود نداره و این سیستم به اصطلاح دموکراتیک نیستش و در این حال کارآمدی هم نداره این سیستم و با توجه به اینکه اصلاح پذیر هم نیستش و نشون داده که از طریق انتخابات نمیشه کاری کردش، ما باید این نظم موجود رو به نوعی تغییر بدیم. اونها یک عده زیادشون هستن که به اصطلاح معتقدن که روش‌های مسالمت‌آمیز باشه و اونها هم همین شعار انتخابات آزاد رو مطرح میکنن. یک گروه دیگه هستن که این در نگاه کنید، یعنی در اصل در گروه دوم شما نگاه بکنید، مطالبه انتخابات آزاد به نوعی به هم معناست با عبور از نظام موجود. گروه سومی هستن که در اصل نه مسئله شون حفظ نظام هست الزامن، نه مسئله شون حذف نظام هست الزامن، یعنی میگن مسئله اینکه این نظام حفظ میشود یا حذف میشود رو عمل کرد نظام در به اصطلاح طول زمان نشون میده و خواست عمومی مردم بر مبنا بر اینکه این نظام بماند یا برود. مسئله اونها این هستش که ما یک سری مطالباتی داریم و یکی از اون مطالبات هم این هستش که در اصل باید انتخابات سالم برگزار بشه، انتخابات آزاد برگزار باشه، گرایش های مختلف بیاد. اگر نظام موجود هم حاضر هست که به این انتخابات تن بده، ما این رو پیگیری میکنیم و برامون مطلوب هستش اگر این اتفاق بیفته. در اصل این گروه به که به اصطلاح به عنوان گروه مطالبه محور میشه ازشون نام برد، مسئله شون در بحث انتخابات یکی از مطالباتشون هستش، مانند حال مطالبات دیگری که هستش که حالا اون رو خارج از این بحثه. از این منظر اگر نگاه بکنیم، بنده خودم نگاه همین هستش که توی اون سه شرط انتخابات، وقتی که ما انتخابات آزاد رو میدونیم در شرایط موجود و در از طی 30 سال گذشته نظام جمهوری اصلا به اون تن نداده، یعنی انتخابات آزاد به اون مفهومی که گرایشات مختلف سیاسی بتونن واقعا کاندید داشته باشن و فقط خودی هایی که این دایرش هم روز به روز تنگ تر میشه نتونن در این انتخابات شرکت بکنن، امکان تحققش نیست. یعنی چنین انتخابات آزادی رو جمهوری اسلامی اجازه برگزاریش رو تا کنون نداده. از این منظر هستش که انتخابات سالم حداقل شرطی هستش که میشه اون رو مطالبه کرد، به دلیل اینکه حداقل در فضای انتخابات به عنوان یک وزن کشی بشه، یعنی در فضای یک انتخابات سالم چه تحریمی باشید شما، چه طرفدار اینکه به یکی از کاندیداهای موجود باید رأی داد و چه هر گرایش دیگه ای داشته باشید، فرض کنید که باید رأی باطله دادن که حالا به نوعی اعتراض خودتون نشون بدید، قابل وزن کشی میشه فضای انتخابات. انتخابات سالم مطالبه ای هستش که در اصل میخواد این گام، یعنی این یک شرط رو حداقل از اون سه شرط بتونه تامین بکنه. در هفته پیش فرصتی شد تا با ایوب رحمانی فعال کارگری بحث‌هایی رو پیش بگیریم تا بتونیم جنبه‌های متفاوتی از اخباری رو که در جامعه کارگری مطرح شده بود رو با هم به بحث بذاریم. از کوچک شدن سفره‌های کارگران، از فشار بر کارگران برای عدم اعتراض به معیشتشون، به حقوق حقشون و تمام این مسائلی که بود و همچنین به مسائلی که به جامعه بین‌الملل کارگری برمی‌گرده. لازم به توضیحه که باید همینجا عذرخواهی بکنیم که در برنامه روز سه‌شنبه ما نام آقای رحمانی اشتباه ثبت شد که ما اون رو تصحیح کردیم. ببینید، به طور کلی اقتصاد ایران قبل از مسئله تحریم ها با مشکلات شدیدی روبرو بود و حتی قبل از مسئله قانون یارانه ها، هدفمندی یارانه ها. شما اگر نگاه کنید، اون من نمیخوام الان وارد جزئیات بشم، یعنی بعد از جنگ اینا اومدن اون طرحی رو که پیاده کردن، طرحی به اصطلاح تعدیل ساختار اقتصادی ایران که رفسنجانی بود رئیس جمهورش، و این طرح اومد اونجا که بتونیم به اصطلاح اقتصاد ایران رو، مشکلات اقتصاد ایران بتونه دولت پاسخ بده. و اون طرح تعدیل اقتصادی رو که به وجود آوردن، اساس اون طرح با توجه به راهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود و
و بحث این بود که اقتصاد ایران جزئی از اقتصاد بازار جهانی بشه و سرمایه‌گذاری خارجی به ایران به دعوت بشه و در ایران سرمایه‌گذاری بکنن و به طور کلی صنایع ایران رو بتونن بازسازی کنن و یا در قسمت‌های دیگه صنایع جدیدی به وجود بیارن و بتونن به اقتصاد ایران رو سرپای خودشون نگه دارن. تا حدودی هم تو بعضی از زمینه ها به هر حال این مثلا به فرض شما در نظر بگیرید در رابطه با پارس جنوبی خب سرمایه‌گذاری خیلی شدیدی شد به خصوص در قسمت گاز و نفت و شرکت های بزرگ بین المللی اومدن اونجا سرمایه‌گذاری کردن، ولی به هر حال این پاسخگو نبود و به خاطر مشکلاتی که از سیاسی باش روبرو بودن و تنش هایی که با غرب داشتن این پروژه عملا راه به جایی نبرد و دولت خاتمی بعد از 8 سال دولت رفسنجانی همین سیاست دولت خاتمی سعی کرد که پیش ببره، ولی بازم به خاطر میگم درگیری های سیاسی که داشتن واقعا جایی نرسید. خب بعدش دولت احمدی نژاد داشتیم که با دو تا مسئله روبرو بودیم در از این یکی دو سال گذشته. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عملا بخشی از این قانون قرار بر این بود که اون حامل های انرژی که سوبسیدی به واحدهای تولیدی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می شد این جزئی از طرح هدفمندی یارانه ها بود، ولی عملا با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این مابعضای تفاوت این قیمت به واحدهای تولیدی پرداخت نشد و اینا به خصوص در رابطه با حامل های انرژی دچار مشکل شدن که خب باعث می شد که هزینه تولید بالا بره و اینا عملا قادر نبودن در بازار داخلی ایران به ویژه با ورود کالاهای ارزان خارجی به خصوص از چین اینا بتونن رقابت بکنن. خب بسیاری از این واحدهای صنعتی با این مشکل روبرو شدن با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. بعدش ما با تحریم های اقتصادی مواجه بودیم. این تحریم های اقتصادی برای اقتصاد ایران به راستی فلج کننده است. خب در ابتدا آقای احمدی نژاد میگفتش که اینا کاغذ پاره بیش نیست و این باعث میشه که ما بتونیم خودکفا بشیم و اقتصاد ایران این توانو داره که در مقابل این تحریما روپای خودش وایسته. ولی شما اگه الان نگاه کنید به صحبتایی که دارن میکنن از خود احمدی نژاد گرفته تا بقیه مسئولین و همشون در واقع اذعان دارن که این تحریم اقتصادی تاثیرات بسیار وخیمی گذاشته بر اقتصاد ایران. اقتصاد ایران در واقع فلج شده به چند دلیل. یک، من فقط نمونه وار بشمرم، یکیش این هستش که مواد اولیه که این کارخونه احتیاج دارن که از خارج بیان، خب اینا نمیتونن این مواد اولیه رو وارد کنن. دو، بسیاری از کارخونه های ایران از نظر به صورت تکنولوژی وابسته به خارج هستن، اینا احتیاج دارن که به صورت این با دسترسی داشته باشن این تکنولوژی، بعد بیشتر این تکنولوژی هم از غرب هست، خب از این نظر با مشکل روبرو هستن. سوم مشکلی که روبرو هستن واحدهای صنعتی، من فقط از جنبه واحدهای صنعتی نگاه میکنم به مسئله، سوم مشکلی که اینا باهاش روبرو هستن مسئله انتقال ارز هست. یعنی شما میخوای مواد اولیه بخرید، نمیدونم میخوای کالاهای خودتون رو صادر بکنید به غرب یا به کشورهای دیگه، یا بتونید از نظر تکنولوژی بسته برخوردار باشید، احتیاج هستش که این تبادل ارزی به صورت راحت انجام بگیره و اینا به خاطر تحریم های مثل بانک مرکزی و تحریم بانک های ایران عملا با مشکل روبرو هستن که برای انتقال ارز و به همین دلیل این واحدهای صنعتی عملا قادر نیستن رو پای خودشون بیستن. باید اینو در نظر بگیریم که اقتصاد ایران به هیچ وجه اقتصاد خودکفایی نیست. اصلا در اقتصاد خودکفا الان دست جهانی میتونیم بگیم مفهوم خودش از دست داره. اقتصاد ایران بخش از اقتصاد جهانیه و لازم دارن اینا مثلا با اقتصاد جهانی مراوده داشته باشن، مبادله داشته باشن و این تحریم‌ها در واقع کمرشکن بوده برای اقتصاد ایران و به ویژه برای واحدهای صنعتی. در ادامه برنامه روز سه‌شنبه فرصتی شد تا با فرشید فاریابی، روزنامه‌نگار مقیم گوتنبرگ، صحبت بکنم. بهانه صحبت ما برگزاری فستیوال فیلم گوتنبرگ بود. بجاست که این فیلم، جشنواره فیلم رو از ابعاد متفاوتی بررسی کردیم که یکی از اونها حضور فیلم‌های ایرانی در این جشنواره هستش. اما چرا این جشنواره جدا از وجود فیلم‌های ایرانی و پخش شدن فیلم‌های ایرانی دارای اهمیت خاصی هستش؟ به هر حال اندیشه نخست این جشنواره
از آنگوار کارسون و یوران بیلتان بر اساس برداشت اونها از جشنواره فیلم لندن بود. در سال 1979 نخستین جشنواره فیلم گوتنبرگ در 3 سالن نمایش با 17 فیلم و 3000 تماشاگر برگزار شد. با مروری بر تاریخچه این رویداد سینمایی در سالهای 88، 95، 2002 و 2007 هر یک با رویدادی ویژه بر شهرت جشنواره فیلم گوتنبرگ افزوده و در تاریخ 36 ساله اون درخشیدن. در سال 1998 نخستین مؤسسه فیلم سوئد جوایزی برای جشنواره اعلام کرد و تماشاگران جشنواره به شمار 60,000 نفر رسید. در سال 1995 این جشنواره با توافقی ثبت شده به رویداد سینمایی ملی سوئد ارتقا پیدا کرد. در سال 2002 25مین دوره برگزار شد و با نمایش 755 فیلم جشنواره فیلم گوتنبرگ تبدیل به بزرگترین رویداد سینمایی سال شد. سال 2007 نیز تاریخ این رویداد سینمایی به نام 30مین دوره ثبت شده که در آن برای نخستین بار جایزه بین الملل با نام اینگبار برگمن ایجاد شد و فیلم جاده سرخ به کارگردانی آندریا آرنولد از بریتانیا این جایزه را دریافت کرد. از آن سال تا کنون بخش گرامی داشت برگمن همه ساله در طول جشنواره برگزار می شود. امروزه این جشنواره بزرگترین رویداد سینمایی در شمال اروپا و کشورهای اسکاندیناوی است و به عنوان یکی از بازارهای معروف صنعت سینما در این منطقه ارزیابی می شود که بالغ بر 200,000 نفر از آن دیدار می کند. نکته جالب توجه در برگزاری جشنواره فیلم گوتنبرگ این است که این جشنواره 12 کارمند ثابت دارد و در روزهای برگزاری از 40 نیروی قراردادی و 300 نیروی داوطلب علاقه‌مند به سینما برای برپایی آن بهره می‌گیرد. به بخش‌هایی از صحبت‌های ما با فرشید فاریابی خبرنگار مقیم گوتنبرگ سوئد در مورد جشنواره فیلم گوتنبرگ توجه بفرمایید. جشنواره فیلم گوتنبرگ در سال 2013 خیلی جدی به موضوع ایران و سینمای ایران داره نگاه میکنه و به نظر من امسال تفاوت خیلی جدی با سالهای قبل داره، به خاطر اینکه علاوه بر تعداد فیلم‌های زیادی که در اینجا داره نمایش داده میشه، خب چهره‌های شاخصی از سینمای ایران هم حضور دارن و نکته مهمش اینه که خود جشنواره بعد از چندین سال بی‌تفاوتی به مسائل سینمای ایران، یعنی بی‌تفاوتی که کم تفاوتی، یک بخش ویژه بررسی سینمای ایران نگاه از درون رو هم برگزار میکنه. در سال 2013 یعنی چند روز آینده که جشنواره شروع میشه از 25 ژانویه تا 4 فوریه 7 فیلم ایرانی نمایش داده میشه در خود بخش اصلی جشنواره. فصل کرگدن ساخته بهمن قبادی در بخش سینمای حرفه‌ای نمایش داده خواهد شد در دو نوبت و علاوه بر این تعدادی نام کارگردان‌های ایرانی که از کشورهای مختلف فیلم‌هایی با موضوع غیر از ایران ساختن هم در جشنواره دیده میشه. یعنی این اهمیت جشنواره رو کامل اینجا داره نشون میده که امسال حال هوای خاصی داره جشنواره فیلم گوتنبرگ نسبت به ایران. خب البته همیشه هم نمیشه گفت من میگفتم کم نگاه میکردن، بله این نگاه در امسال واقعا ویژه شده. گفتم که فیلم فصل کرگدن در بخش سینمای برتر نمایش داده خواهد شد روزهای 26 و 28 ژانویه در دو نوبت و خب فیلم فصل کرگدن قبل از این در رسانه‌ها خیلی مطرح شد به خاطر اینکه خب تورج اصلانی فیلمبردارش جایزه فیلمبرداری بهترین فیلمبرداری رو به خاطر کاری که توی این فیلم ارائه داد گرفته از جشنواره سن سباستیان. بعد آقای ابوالفضل جلیلی جزو میهمانان جشنواره هست، علاوه بر این فیلمش هم شرکت کرده، فیلم داروگ آقای ابوالفضل جلیلی و خب امیدواریم که سفر ایشون قطعی بشه و ایشون رو در گوتنبرگ ببینیم. فیلم انقلاب روبوت شده من در سوئد ساخته شده، یعنی
فیلم روی کارگردان ایرانی الاصل سوئدی خانم ناهید پرشون یا ناهید سروستانی اون رو ساخته و بعد از رویدادهای 2009 ایشون یک روایت جدیدی رو از رویدادهای پس از انقلاب ایران رو تدوین کرده در این فیلم و اون رو به جشنواره رسونده. خب فیلم دیگری که هست، دو تا مجموعه فیلم کوتاه هست به نام، خب تعدادی 15 تا فیلم رو سلکشن کردن توی یک مجموعه به نام زمان حال نامرئی که این کار رو آقای امیرعلی قاسمی انجام داده و اکثر فیلم ها، هر 15 تا فیلم، یعنی حالا اکثر گفتم، همه 15 تا فیلم این مجموعه از سینمای زیرزمینی ایران و ساخته کارگردانان جوانی هستن که میشه از اینا مثلا به فیلم های چند تا فیلم اشاره کرد، مثلا جنگ نه، یا چیزی قرمز، این بستنی نیست، فتح بهش، سازدهنی، کودکی من، یا و عرض کردم که 15 تا فیلم هستن، همشون به زبان فارسی هستن و با زیرنویس انگلیسی نمایش دادن. مجموع این فیلم ها 92 دقیقه است. یک مجموع فیلم کوتاه دیگه هم در این جشنواره شرکت کرده به نام پرده هایی که می افتن. اینا 5 تا فیلم با داستان های کاملا متفاوت در ژانرهای مختلف، مثلا مستند، تخیلی، هنری و انیمیشن. مجموع این فیلم هم 82 89 دقیقه است. همونجوری که گفتم چند تا کارگردان ایرانی فیلم کوتاه ارائه دادن با موضوع غیر از ایران و یک مستند رو یک کارگردان ایرانی به نام نیما سروستانی با موضوع افغانستان که برق پشت میله‌های زندان نیست ارائه داده به این جشنواره، یعنی راه پیدا کرده که این فیلم در آمستردام 2012 هم راه پیدا کرده بود و بررسی پخش شده بود توی روتردام آمستردام ببخشید. از فیلم‌های دیگه میشه به زیبا اشاره کرد، پرویز اشاره کرد. خب فیلم پرویز رو هم بگم، دومین ساخته بلند آقای برزگره که خودش در بخش کارگردانان تازه کار یا کارگردان اولین کاراشون ایران بودن، کارگردانان نو، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره سن سبستانی را گرفته بود و همچنین از آسیا تک هم جایزه گرفته و این شناخته شده. من یک توضیح در مورد جشنواره 2013 بدم که گفتم ویژگی خاصی داره. ویژگی خاصش به نظر من اینه که علاوه بر این 8 فیلمی که اشاره کردم، 8 عنوان فیلمی که یکیش در بخش سینمای برتر نمایش داده میشه و بقیه در بخش خود جشنواره به نام اینساید ایران یا نگاه به درون ایران، نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینه که یک سمینار رو در 2 فوریه با موضوع خاص سینمای ایران برگزار خواهد کرد جشنواره و من امروز مطلع شدم که سازمان عفو بین‌الملل دفتر سوئد در تلاش هست که با یعنی یک بیانیه مشترکی رو با جشنواره فیلم گوتنبرگ همزمان منتشر بکنند در حمایت از سینماگران ایرانی و مخالفت با سرکوب سینماگران. از جمله میخوان در این بیانیه اشاره بکنن که حالا رایزنی هاش داره انجام میشه، من نمیدونم صادر خواهد شد یا نه، از جمله در مورد این که در مورد بازداشت بهروز قبادی، برادر بهمن قبادی، میخوان واکنش نشون بدن. خب قبل از این سازمان عفو بین‌الملل به این مسئله اشاره کرده و بیانیه داده. این کلیت فیلم‌های ایرانی بود که توی جشنواره تقریباً شرکت کردن. من یه فیلمم یادم رفت باز عرض کنم اینجا خدمت شما که فیلم من باید اسمش کامل براتون بگم که چیزه، من نگهدار جمالی، اسم من نگهدار جمالی است و من وستر می‌سازم. مستند روایی از یک کارگردان عاشق سینماست که در صحراهای اطراف شیراز فیلم وستر می‌سازه خودش، حالا با شرط خیلی خاصی که چیز میشه. و نکته ای رو که باید عرض کنم، در روز دوم یا سوم، ببخشید سومین روز از باز شدن فروش اینترنتی بلیت، هر 4 نوبت این فیلم به فروش رفت و هر 4 سالنش در همون روز سوم تمام بلیتاش به فروش رفت. حالا به خاطر عنوانش بوده یا اینکه مثلا چه موضوعی داشته. نکته جالبی که میخوام خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون رها بگم اینه که این فیلم نام من نگهدار جمالی است و من وستر میسازم، در روز سوم فروش آنلاین بلیتا در روی سایت تمام بلیتاش به فروش رفت.
در هفته گذشته و روز پنجشنبه فرصتی شد تا با ایرج مصداقی، زندانی سابق سیاسی و سخنگوی کارزار ایران تریبیونال صحبت کنم. بهانه صحبت ما انتشار دو کتاب از ایشون بود و همچنین خبر دیدار نمایندگان مجلس از زندان اوین و اینکه برخی از اونها زندان اوین رو با لفظ هتل خطاب کردن و گفتن امکانات آنجا کمتر از هتل نیست. ایرج مصداقی، زندانی سابق سیاسی، به عنوان کسی که سالها در زندانهای جمهوری اسلامی بود، تجربه های خودش رو از دیدار با نمایندگان دولت در دوره های متفاوت و همچنین گزارش های جامعه بین الملل و گزارشگران سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران با ما در میون گذاشت. بله، ببینید، حتی به موضوع قبل از سال 60 برمیگرد. تشکیل هیئت‌های مختلف برای بررسی وضعیت زندان‌ها، می‌دونید اولین هیئتی که در این رابطه تشکیل شد هیئت بررسی شایعه شکنجه بود از طرف خمینی و مجلس شورای اسلامی که البته ریاستش با محمد منتظری بود و علی محمد بشارتی یکی از اعضای اون بود، ارز جهرومی هم همینطور. و حالا من زیاد نمیخوام بپردازم، فقط میدونید که این هیئت درست در 29 فروردین سال 60، دو ماه قبل از 3 خرداد، که شکنجه در تمامی زندانهای ایران به شکل بسیار بسیار وسیع فراگیر و همگین شد، اعلام کرد که شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی شایعه بیش نیست. البته از اسم هیئت هم معلوم بود که نتیجه کار اون چه خواهد بود، و اتفاقا کسی که نقش مهمی در این هیئت داشت، علی محمد بشارتی، بعداً میدونید که رهبری و پشتیبانی گروه قنات در جهرم رو به عهده داشت، همراه با حسین آیت الله، در واقع امام جمعه جهرم، که این گروه یکی از فاشیستی ترین گروه هایی است که در تاریخ معاصر ایران به عرصه بار گذاشتن و متهمین رو میکشتن به فجیع ترین شکل، از روی تخت بیمارستان می آوردن، مسله می کردن، بعد در قنات می انداختن. به همین دلیل می گفتن گروه قنات، در قنات های متروک جهرم، در چاه های آب می انداختن و اتفاقا متهمین رو می بستن به پشت ماشین تو خیابون می کشوندن. فقط به موضوع به مسئله زندانیان سیاسی هم نبود، مردم عادی هم بودن، حتی فرزندان خردسالان. این اولین هیئت جمهوری اسلامی بود در واقع. بعدا خب در سال 61، ما 60 تا 61 از این هیئت ها در زندان زیاد داشتیم. هیئتی که از طرف بازرسی کل کشور اومده بود، به صراحت عنوان میکردن که این آنچه در اینجا میگذره شکنجه است، امام اطلاع ندارن، آیت الله منتظری اطلاع ندارن، اینا رو پای اسلام نذارید. هیئت های مختلف دیگه از مجلس شورای اسلامی میومدن، افراد مختلف میومد، مثل مهدی کروبی، محسن قرائتی و امثالهم، که هر کدوم هم میومدن و میرفتن باعث بدتر شدن شرایط میشدن در اون دوران. و حالا چه ملاقات ها فردی بود چه به صورت هیئتی. و اولین هیئتی که به صورت جدی از زندان اومد بازدید کرد، زندان اوین و قزلحصار در اون تاریخ، هیئتی بود که از طرف خمینی باز تعیین شده بود و مجلس شورای اسلامی. اونم دلیلش این بود که آقای حسن بهروزی، نماینده کلیبر، اعتبارنامه‌اش در مجلس رد شده بود و دستگیر شده بود و خب بعد در زندان در اثر فشارهای وارد دیالیز شد کلیهش، در اثر شکنجه و کشته شد در زندان، در اثر فوت کرد. یا برادر صادق خلخالی، نماینده گیبی و خلخال بود، که او هم به زندان آورده شده بود. در اثر یک سری از این افراد و یک سری از وابستگان نظام که فرزندانشون در زندان بودن، بستگانشون در زندان بودن، اینها مسائل رو دیده بودن، اعتراض کرده بودن و اینها رسیده بود بالا و گفته ببینید در زندان چه خبره که نماینده مجلس با پای خودش به زندان میره و بعد جنازش بیرون میاد. به همین علت بود که در شهریور ماه همون سال 61 هیئتی از طرف مجلس شورای اسلامی اومد به زندان ها هادی خامنه ای بود ریاستش و با سید محمود دعایی و آقای هادی نجف آبادی، محمد علی هادی نجف آبادی، که اونها هم از هم زندان ها بازدید کردن و بعد رفتن گزارششون رو دادن. حالا به مالکی در زندان به ما چی میگفتن و بعد من یادم همون موقع آقای دعایی در روزنامه اطلاعات مطالبی رو انتشار میدادن در ارتباط در مقاله در ارتباط با ضرورت استفاده از چشم‌بند در زندان. این مواردی بود که خب ما در اون موقع شاهدش بودیم.
و بعدها و فقط این رو عرض کنم خدمتتون که این بازدید هیئت باعث شد دو تا جنبه مثبت داشت. حالا من بگم خدمتتون، یکیش این بود که سیگار به زندانیا داده شد روزی 3 نخ، و بعد سرود خمینی امام که اجباراً بایستی در هواخوری قبل از شروع هواخوری خوانده میشد، این رو هم ممنوع کردن. حالا این هم خودش داستان ها داشت، ولی این نتیجه دیدار یک هیئتی بود از زندان، هیئتی که اتفاقا یه فردی مثل هادی خامنه‌ای که رئیسش بود خودش در بازجویی و شکنجه دست داشت و خودش نقش بازجویی داشت. بنابراین حالا از این بگذریم، و بعد خب هیئتی بود که از طرف آیت الله منتظری به زندان اومدن و از طرف شورای قضایی وقت، نتیجهش در زندان به ذی‌الحصار باز هم نتیجهش برچیده شدنه قبر قیامت واحد مسکونی در زندان قزل حصار بود و دامنه اون به تغییر رئیس زندان که حاج داوود رحمانی بود کشیده شد، و بعدها همین موضوع به گرفتن پست مأموریت اطلاعاتی دادستانی انقلاب و لاجوردی منجر شد، و بعدم در دیماه سال 63 باعث برکناری لاجوردی از دادستانی انقلاب شد. خب این در واقع نقش هیئتی بود که از طرف آیت الله منتظری تعیین شده بودن، بعد ریاست سازمان زندان ها البته به مجید انصاری رسید که بعدها خود مجید انصاری یکی از معیدین و تایید کننده آن کشتار سال 67 در زندان ها بود، و همچنین نقش داشتش در برکناری آیت الله منتظری و تایید این برکناری آیت الله منتظری. باز هم ایشون و هادی خامنه ای عرض کردم، اینها تماما نقش داشتن و معیدین برکناری آیت الله منتظری بودن، در دانشگاه ها می رفتن در اونجا تایید می کردن توجیه می کردن برکناری ایشون رو از پست قائم مقامی رهبری. و خب البته همیشه آیت الله منتظری دغدغه زندان و زندانیان رو داشتن و وضعیت زندانیان رو، و به همین دلیل هم فشار می آوردن نماینده ایشون در زندان ها آقای حجت الاسلام انصاری نجف آبادی بودن که در زندان به نام ناصری شناخته می شدن، فرق می کنه با اون ناصریان بازجو که امروز شیخ محمد مقیسیزی موقع اینها قاطی هم نشه، به اشتباه هم گفته می شد ایشون داماد آیت الله منتظری هم که اینطور نیست، ایشون معروف بودن در دفتر آیت الله منتظری به ناصری داماد. البته در صورت این دیگه از این هیئت ها در نبود بعد از اون، و بعد به کشتار 67 رسیدیم و بعد هم هیئتی از زندان دیدار نمی کرد، تا اینکه بعدها در دهه 70 ما مشاهده کردیم که هیئت هایی به زندان جمهوری اسلامی رفتن در دوران خاتمی و گزارشاتی رو هم انتشار دادن. حالا این هیئت ها مختلف بودن، بعد میدونید که خب فرق میکرد، بخششون بررسی وضعیت زندانی ها بود در دور دوم خاتمی، در دور اولش از مجلس شورای اسلامی رفتن خانم حقیقتجو، آقای موسوی خوینی، علی اکبر موسوی خوینی، اینا دیدارهایی داشتن با زندانی ها، و البته خب میدونید در اون موقع اینها قدرتی هم نداشتن، قدرت تحصیل دست در واقع قوه قضاییه بود، و یا هیئتی که مطرح میکردن افرادی مثل آرمین در مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت شکنجه در زندان. خب میدونید خود آرمین بعد از کشته شدن خانم زهرا کاظمی در زندان به دست زندانبانا و آقای مرتضوی که اون موقع در هر صورت سناریوی رو میخواستن پیش ببرن، ولی خب باید توجه داشت که خود این آقای آرمین خود ایشون در دهه 60 بازجو بودن، شکنجهگر بودن، و حالا در 70 ایشون مینالیدن از شکنجه در زندان. در هر صورت این هیئت ها اون موقع هم شکل گرفتن، یا هیئتی که باز بازدید که از طرف خاتمی از زندان ها دیدار با اکبر گنجی هم داشت، ریاست محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی، باز هم خاتمی برای این او رو انتخاب کرد و وزیر بازرگانی رو، چون او یکی از بنیانگذاران وزارت اطلاعات بود، یکی از اولین معاونین وزارت اطلاعات بود، یکی از اولین دستاندرکاران دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ایران بود. حالا با توجه بکنید که یه همچین فردی چجوری وزیر بازرگانی شده، یا نگاه آقای خاتمی به تجارت و بازرگانی رو هم میتونیم در اینجا بهش
آشنا بشیم که از چه دریچه‌ای نگاه میکنه. در صورت ایشون هم به زندان رفتن، گزارشش هم به آقای خاتمی دادن و بعد ملاحظه میکنید در سال اخیر دوباره این افراد میان ملاقات های با زندانی ها هست، یا همین دیدار اخیر که شما روش دست گذاشتید و از زندان اوین به عنوان هتل اوین نامی برن. خب لاجوردی هم میگفت اینجا هتله، اون موقع دانشگاه میگفتن هتل، میگفتن بزرگترین شکنجهگاه رو یا قصابخونه اوین رو ازش هتل یاد میکردن، چون در جنب هتل اوین و هتل استقلال هم بود، هتل هایت سابق، و به این دلیل اینها از اونجا به عنوان هتل نام می بردن. هتل اوین در واقع اشاره بود به هتل اوین که بغل اونجا بود و بغل هتل اوین هتل هایت سابق بود. حالا اینجا هم شده بود هتل دانشگاه، هم چون در جوار دانشگاه ملی هستش به همین دلیل بودن دانشگاه اوینه. بنابراین این مورد جدیدی نیست. امروز هم اگر اینا مطرح میکنن به عنوان دانشگاه، من بعید میدونم اینا حتی بتونن ساعاتی رو در همون دانشگاه یا در همون هتل سپری بکنن، یا چون من بسیاری از اینا رو زمانی که حالا بسیار که نوری تعداد اندکیشون رو همون افراد داستانی رو در اثر ناملایمات دیده بودم دستگیر می شدن، بخششون به خاطر حق حساب گرفتن و جرائم مختلف. بعد اینا رو شما می دیدیشون در حینی که می رفتیم ملاقات، مثلا طرف یه هفته چند روز در انفرادی به سر برده، شما نمیدونید چجوری عشق میریخت، چجوری گریه میکرد، چجوری این رو در شأن انسانیت نمیدونست. همون کسی که تا دیروز خودش در امر به زندان انداختن دیگران دست داشته. مثلا من خودم دست نویس های حاکم شهر سمنان رو خونده بودم، در پیش نویساش چک نویساشو در بندی ما رو برده بودن، بند زندانیان زمان شاه بود که روز میخوام بند ساواکی ها و سلطنت طلب ها که در قزل حصار بود، و این دست افراد رو هم به اون بند ها می بردن. بخش از زندانیان عادی مصارف مسلح و اینا هم در اون بند ها بودن، اینا رو منتقل کردن، ما به عنوان مریض بردودن اونجا. در اون بند بخشی از این دست نویس های ایشون یا چک نویس رو زیر موکت و اینا باقی مونده بود. بعد ما اینو برمی‌داشتیم می‌خوندیم، باعث مضحکه بود. خب می‌دیدیم این فرد که حاکم شهر بوده حالا چجوری استقاسه میکنه، درخواست میکنه برای اینکه یه ملاقات حضوری بره با خانواده. ممنون از اینکه همراه ما بودید. به صفحه فیسبوکی تفسیر خبر مراجعه بکنید، اونجا میتونید ویدیوهای این برنامه و برنامه‌های قبلی تفسیر خبر رو مشاهده بکنید و از همون طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بذارید. اوقات خوشی داشته باشید. تا درود دیگر، بدرود.